تست 140 یه سوال خوب و ترکیبی از مبحث مغناطیس و مدارهای الکتریکی. میگه در مدار شکل مقابل سیم به کار رفته در ساخت سیم لوله های A و B دارای سطح مقطع و جنس یکسانی هستند. طول و شعاع سطح مقطع سیم لوله A به ترتیب 3 و 3/2 برابر طول و شعاع سطح مقطع B. مقاومت الکتریکی سیم لوله A 18. با بستن کلید بزرگی میدان مغناطیسی درون سیم لوله A 2 برابر بزرگی میدان درون سیم لوله B. میگه اگه در این حالت آمپر سنج ایدال 2 آمپر رو نشون بده، نیروی محرک باتری چند ولت. خب بریم تک تک از اطلاعات سوال استفاده کنیم بچه ها. اولین مطلب اینه که سوال به همون گفته میدان مغناطیسی داخل سیم لوله A 2 برابر سیم لوله B. B A 2 برابر B B. خب مو صفر N A I به روی L A، مو صفر N B I به روی L B. دقت میکنید چون دو سیم لوله A و B به شکل سری یا متوالی در مدار قرار گرفتن، مقدار جریاناشون با همدیگه برابره. پس من هر دو رو آی گذاشتم. آیا رو ساده میکنیم با هم. مو صفر ساده، یه عدد دو هم داشتیم اینجا. سوال میگه که طول سیم A 3 برابر طول سیم B. به جای L A میذاریم 3 تا L B و از اینجا مقدار N A به دست میاد 6 برابر N B. خب این اولی نتیجه. نتیجه دوممون، از رابطه مقاومت R مساویه با رو L به روی A باید استفاده کنم. فقط دقت کنید توی این رابطه منظور از این المان طول سیم استفاده شده در سیم لوله است، یعنی اون سیمی که سیم لوله من رو تشکیل داده. اگر که من بخوام طول سیم رو به دست بیارم، اگه تعداد حلقه های من n باشه، باید n رو ضرب در 2πr بکنم، یعنی در محیط ضرب بکنم. پس بچه ها طول سیم استفاده شده در یک سیم لوله میشه n برابر محیط. به عبارت بهتر نسبت آر آ به آر بی برابر میشه با جنسامو یکی هن، روها برابر هن، مساحت هم یکی هن، میشه n آ به n بی ضرب در آر آ به آر بی. پس آر آ به روی آر بی برابر میشه با ان آ به ان بی شده 6. سوال میگه که شعاع آ 3/2 شعاع بی بوده و این نسبت به دست میاد 9، یعنی نسبت مقاومت الکتریکی سیم لوله آ به بی برابر با 9. خب برم سراغ اطلاعاتی که دیگه سوال داده. سوال به من میگه که مقاومت سیم لوله آ یعنی آر آ بوده 18، از اینجا آر بی به دست میاد 2. حالا مرحله آخر، از رابطه اپسیلون استفاده میکنم. اپسیلون آی در آر ایکوال به اضافه آر. اپسیلون مساویه با بچه آی من طبق گفته سوال عدد آمپرسنج 2 آمپر بوده، 2. آر ایکوال میشه جمع دوتا مقاومت 18 با 2 20. مقاومت درونی مولدم 2. از اینجا مقدار اپسیلون به دست میاد 44 ولت و پاسخ گزینه شماره 2.